تیم دوم فوت فانتزی هم وارد پک ها شد. عجب بازیکنای عجب کارتایی، همشون مناسب ترید و اینوست، حتی مناسب ورود به تیم های شما. میخوایم امروز بریم که یه نگاهی به این ایونت جذاب داشته باشیم و کلی چیز جدید تو این ویدیو داریم، پس این ویدیو رو از دست ندید، برو بریم. آقا اول از همه بریم سراغ بازیکنایی که توی ایونت دوم اومدن، از اشنایدر بگیر تا دمبله و لوسیو و مکمنمن، که حالا فوت فانتزی کلن جذابه و با کارتای حالا تیم دوم جذابترم شد، اسپیسی های خوبی هم دادن. میخوایم بریم چند تا کارتا رو بررسی کنیم و ببینیم که کدوماشون مناسب تریدن، و میخوام یه چیزی هم بهتون یاد بدم تو این ویدیو که اصلا کارتون رو راحت میکنه برای ترید و ترک کردن کارتای فانتزی و کلن کارتای لایو FC. پس قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ممنون میشم که اگه سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم رنگی کنید تا اولین نفر از ویدیوهای ما مطلع بشید. برو بریم. کارت جناب درامیرس که عجب کارتیه، یعنی یکی از بهترین هافک وسط ها و هافک دفاعی های بازیه به نظر من، که همونجوری که میبینید زیر مجموعه باشگاه چلسیه. بچه ها سایت فوت جی جی خیلی امکانات خوبی در اختیارتون قرار میده، در کنار سایت فوتبین میتونید از فوت جی جی هم استفاده کنید. یه ذره بعضی چیزاش راحت تره، خوشقلق تره، ورژن بارتای دیگر رو راحت همونجا ببینید، یا مثلا ترک کردن کارتای لایو خیلی راحت، همونجوری میبینید تیمش رو خیلی راحت نوشته، مثلا تعداد مچایی که بازی کردن، چون این کارت جدید اومده تعداد مچشون صفره، ولی مثلا کارتای قبلی حالا تیم یکایی بریم بررسی کنیم میبینید که خیلی کامل اینجا توضیح داده شده. حالا جلوتر باز هم یه راه بهتر ترک کردن کارتای فانتزی رو بهتون میگم. همین امروز هم چلسی بازی داره و با یه دونه وین و حالا یه تعداد گل خوبی میتونه این کارت بره تو مرحله آپگرید شدن و افزایش قیمت. فعلا که یک کوچولو قیمتش ریخته، یه ذره اوور پرایس به نظر میرسه کارتای رامیرز. سایت فوتمو هم از طریق اپلیکیشن هم از طریق براوزرتون خیلی راحت میتونید بهش دسترسی داشته باشید. همونجوری که میبینید توی جدول 11ام، نسبت به 4 تا بازی بعدی که یکیش با برنتفورد، نیوکاسل، آرسنال، لستر سیتی که اف ای کاپ و برنلی، من فکر میکنم از این دوتاوین میتونه دوتاوین رو بگیره، ولی 11 تا گل یه ذره سخته و کارت آقای رامیرز شما یه دونه آپگرید روش حساب کنید و خیلی فکر نمی کنم افزایش قیمت چشمگیری داشته باشه کارت آقای رامیرز، ولی جز اون کارت جذابیه که میتونید توی تیمتون برای تیمتون حتما استفادهش کنید. آقا بریم داخل سایت فوتبین. یه بخش رو میخوام بهتون معرفی کنم که امسال تازه به سایت فوتبین اضافه شده و این بخش متاسفانه توی اپلیکیشن فوتبین روی گوشی‌های هوشمند حضور نداره، ولی اگه شما روی تب پلیرز بالا سمت چپ موستون رو نگه دارید، یه بخشی باز میشه به اسم ترکرز که همونجوری که میبینید یه دونه بچه نیو داره که میبینید ایونت های لایو که ما تا الان داشتیم رو داره ساپورت میکنه، که آخریش همین فانتزی. اگه روی فانتزی کلیک کنید صفحه براتون باز میشه که خیلی به صورت عالی و فوق‌العاده بازیکن ها رو یه دسته‌بندی کرده، بازی‌های بعدیشون رو نوشته. حالا من می‌خوام هیروها رو اگه بشه از اینجا با دکمه اکسکلودد هیروز حذفشون کنم و بیایم حالا کارتای فقط خود فانتزی رو داشته باشیم. مثلا کارت آقای گریزمان اگه بخوایم اینجا بررسیش کنیم، همونجوری که می‌بینید 4 تا بازی آینده اتلتیکو رو بهمون داره نشون میده، حتی درصد برد اتلتیکو رو نسبت به سایت‌های حالا شرط‌بندی براتون زیر بازی ها نشون داده میشه، که خیلی مهمه که بدون آقا اتلتیکو این بازی رو میبره یا میبازه، یا قالب نظر جمعی حالا کامیونیتی فوتبال روی این بازی چیه. و همونجور که میبینید 60% روی برد اتلتیکو بسته بودن، یعنی 60% احتمال برد اتلتیکوه و مساوی 22% و برد رئال بتیس هم 17%. خب از اینا که بگذریم، یه سری اطلاعات دیگه پایین تصویر داریم، مثل اون تعداد گل ها که الان برای تیم اتلتیکو از اون 11 تا 2 تا گل زده شده، از اون 2 تا وین هیچ وینی دریافت نشده توی، و از تعداد بازی هایی که گریزمن باید بازی کنه و حالا توی ترکیب قرار بگیره، همونجوری که میبینید هیچ بازی تو ترکیب قرار نگرفته و گل و پاس گلی هم نداده. خب حالا شاید پیش خودتون بگید که آقا چرا گریزمن بازی نکرده. بهترین راهش که اطلاعات یه بازیکن رو به صورت کامل در بیارید اینه که برید توی سایت فوتبال و اسم اون بازیکن رو سرچ کنید. همونجوری که میبینید الان گریزمن رو سرچ کردم،
و همین جوری که بالای صفحه مشاهده میکنید زده که این بازیکن مصومه و همون جوری که میبینید پیش بینی شده که این بازیکن حالا اواسط ماه مارس برمیگرده و تاریخ مصومیتش هم برای 21 فوریه است. دوباره اگه برگردیم توی سایت فوتبین ما تاریخ بازی‌ها رو میتونیم ببینیم. خب همون جوری که میبینید آخرین بازی تیم اتلتیکو با بارسلونا که 17 سه یعنی همون اواسط مارس، پس اینجوری که معلومه آنتونیو گریزمان یه دونه از اون آپگریدا رو از دست میده که همون حضور تو ستا بازی باشه و اگه بازی نکنه یه دونه گل و اسیست رو هم قاعدتا از دست میده و از 4 تا آپگرید ممکن 2 تا رو عملا اینجا از دست داده. 11 تا گل خیلی من بعید میدونم که به رئال بتیس و کادیز و بارسلونا بتونه 9 تا گل بزنه تو این 3 تا مسابقه، پس عملا اون رو هم از دست میده و 3 تا بازی که میمونه یکیش هم خارج از خونه است. عملا برای آنتونیو گریزمان فقط میشه یه دونه آپگرید در نظر گرفت، خیلی کارت مناسبی نیست. حالا اگه خود کارت رو هم بخواید مثلا نظر قیمتی بررسی بکنیم نمودارش رو و همونجوری که میبینید یه قیمت ریزشی رو به پایینی داره و از تایمی که کارت اومده یه قیمت رو به پایینی داره و خیلی قیمت اوجی نگرفته، به یه ثباتی رسیده و نشون میده که قیمت این کارت همینه. البته به نظر من برای این کارت خیلی اوور پرایسه. چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آقا یه کارتی حالا اوور پرایس هست یا نیست؟ ما میتونیم چند تا گزینه اینجا داریم. یه دونه از گزینه‌ها این امکانیه که خود سایت فوتبین برامون در نظر میگیره به اسم سیمیلار. وقتی روی سیمیلار کلیک کنید بازیکن‌هایی که مشابه آنتونی گریزمان باشن رو خود سایت میاد بهتون پیشنهاد میده و خب شما میتونید برید گزینه‌های مشابهش رو نگاه کنید. مثلا گولیت دقیقاً هم قیمت این بازیکنه و حسایی که گولیت میتونه براتون بازی کنه CM CAM ST. البته که گولیت کلن با گریزمان متفاوته، کسی که بخواد یه بازیکن مثل گریزمان بخره قاعدتا دنبال یه مهاجمه و گولیت رو عملا کسی مهاجم بازیش نمیده، ولی فقط میخوام بهتون بگم که چرا یه کارتی میگیم اوور پرایسه. وقتی شما میبینی یه قیمت 5 میلیونی روی بازیکن خورده مثل گریزمان، بعد با اون 5 میلیون مثلا میشه یه کارتی مثل گولیت خرید. یا مثلا انکونکور رو مثلا اگه بررسی کنیم یه کارتیه که خیلی از نظر استاتی مشابه آنتونی گریزمانه. حالا خودتون میتونید برید توی بررسیاتون توی استات بازیکن‌ها رو با هم مقایسه کنید. یا کارت هیرو برولین جدید که اومده، اینم خیلی کارت خوبیه. کارت خانم پاپ رو بریم ببینیم که خیلی هم میگن کارت به شدت خوبیه و قیمت 1,900,000 داره. تقریبا 3 میلیون از کارت گریزمان ارزون‌تر، 4-5 فینس داره، ریال داره و اونای مشابهی که برای حالا آنتونیو گریزمان سایت داره به معرفی میکنه. این نشون از این میده که یه ذره اوور پرایس آنتونیو گریزمان و ارزش این که بخوایم به تیمتون اضافه کنید نداره. چون ویدیو خیلی بلند میشه سعی میکنم یکی دوتا بازیکن رو اینجوری براتون بررسی کنم، شما راه و چاه بررسی کردن خودتون یاد بگیرید و برید خودتون بررسی کنید. یا راه دومش اینه که بیاید داخل کانال تلگرامیمون. من تو کانال تلگرامی هر روز تقریبا چند تا از این بازیکن‌ها رو بررسی میکنم و با عکس توی کانال و یه دونه وایس براشون منتشر میکنم که میتونه براتون کار راه انداز باشه دیگه، چون نمیتونم توی این ویدیو تمام بازیکن‌ها رو بررسی کنم. خب بریم سراغ حالا یه دونه دیگه از بازیکن‌ها. من خیلی دوست دارم یه بازیکنی که حالا قیمتش یه ذره مناسب‌تره بررسی کنیم. آها، یه مشکلی هم که سایت فوتبین توی این زمینه داره، بازی‌های کارت‌های بانوان رو نشون نمیده و کارت‌های بانوان هم یه ذره بازی‌هاشون تقویم تاریخیشون بده و خیلی نزدیک نیست. به نظرم فعلا تا اطلاع ثانوی سمت کارت‌های بانوان نرید تا ببینیم چی میشه دیگه. و اینکه یه نکته هم همین الان بگم تا یادم نرفته، کارت‌های تیم یکم از پک‌ها خارج شدن. همین خارج شدن از پک‌ها باعث میشه که دیگه قیمتشون اگه به یه ثباتی رسیده باشه دیگه پایین‌تر نیاد بچه‌ها، چون کارت‌ها دیگه الان پک نمیشن. ما یه تعداد سوپلای یه تعداد محدودی کارت توی مارکت داریم که همین کارتا داره دست بازیکن‌ها جابجا میشه و دیگه کارتی جنریت نمیشه، کارت تولید نمیشه. برای همین خیلی رو این دل نبندید که از امروز برای تیم یک خیلی کارت افت قیمت داشته باشن. احتمالش هست اگه اون چیزایی که میخوان رو توی بازی ها به دست نیارن، مثل حالا توی ترکیب قرار گرفتن، مثل پاس گل اون وینا، احتمالش هست که کارت قیمتش بریزه. ولی اگه اینکه حالا اون کارت اون بازیکن شرط اوکی داشته باشه، خود کارت متا باشه، یه ذره فکر این که اون کارت مثلا قیمتش کم بشه ما دوباره بتونیم بخریمش خیلی کمه. کارت آقای دلیخت، آقا کارت آقای دلیخت رو اگه بررسی کنیم، بایرن دیروز بازی داشت و توی زمین فایربوک نتونست این تیمو ببره، 2-2 شد بازی و
دلیختم فکر کنم بازی نمیکرد، همونجوری که میبینید از دو تا مسابقه که انجام داده فقط توی یه دونش بوده، دلیخت بازی نکرد، کلینشیت هنوز صورت نگرفته، از یه دونه از دو تا وینی که بعد بگیره یه دونش رو گرفته و احتمالاً تو دو تا بازی بعدیش یه دونه وین دیگر میتونه بگیره. از 11 تا گل هم 4 تاشو زده. نمیدونم تو دو تا بازی اگه بگیم میتونه، بایرن خیلی فرم خوبی نداره. بایرن اگه برید فرم قبلیشو تو سایت فوتموب نگاه کنید خیلی فرم جالبی نداره، خیلی ریخته کارت تو این چند ساعت گذشته. یکی از دلایلش هم همین بازی دیشبه. اگه نگاه کنید تا قبل بازی تقریبا یه قیمت 1,200,000 داشته میانگین و بعد بازی یا همین الان تقریبا رسیده به قیمت تا 886,000 همین کارت ریخت، که فرصت خیلی مناسبی بود برای خریدش. ولی به محض اومدن تیم دوم و خارج شدن دلیخت از پک ها دوباره میبینیم که یه 100,000 رفته روی کارت. این دقیقا به خاطر همون دلیلی که دیگه آقا الان دلیخت دیگه پک نمیشه، یه سوپلای مشخصی داره و احتمالاً قیمتش تو همین هروهش رنج بزنه و خیلی دیگه نریزه. پس حواستون به این نکات باشه بچه‌ها. دیروز یه اسپیسی خیلی خفنم منتشر شد، کارت آقای جینولا با قیمت 2,700,000 تایی که یه رقم عجیب غریبیه، یه رقم خیلی زیادیه، تقریبا با این رقم ملت امباپه بستن. ولی کارت آقای جینولا دست کمی از کارت آقای امباپه نداره، کارت بسیار محبوبیه، یه ذره اوورریتده، یه ذره زیادی محبوبه و این هم قیمت بالاش برای خود کارت هم قیمت بالاش برای اسپیسی برمیگرده به اون محبوبیت زیاد جینولا بین کامیونیتی فیفا و اف سی و اینکه آیا آقا میارزه این کارتو ببندیم. حالا من یه بررسی میخوام بکنم و اینکه چه تعدادی فادر میخواد این کارتو ببندیم روی صفحه براتون قرار میدم، همونجوری که میبینید تعداد زیادی فادر میخواد از هر ریت و بریم یه بررسی بکنیم. آقا پلی استایلای کارت یکی از بهترین پلی استایل پلاسای بازیو داره، که یعنی تکنیکال، پاور شات، فلیر یکی از به درد نخورترین پلی استایل های بازی هن. اگه پلی استایل ها رو نمیدونید چیکار میکنید، یه ویدیو من راجع به پلی استایل ساختم این بالا براتون میذارم، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. این بالا البته، بله این بالا براتون میذارم، حتما این ویدیو رو نگاه کنید تا کامل با پلی استایل ها آشنا بشید. ولی خب فرست تاچو داره، کویک استپو داره، که این دوتا خیلی پلی استایل های خوبی هن. خود استت کارتا رو اگه بخوایم بریم نگاه کنیم، ریز استتشو، باز راجع به این ریز استت هم من یه ویدیوی دیگه ساختم که اون همین بالا براتون قرار میدم، که تک تک این گزینه ها رو براتون توضیح دادم که هر کدومشون چیکار میکنن. ولی بریم یه نگاه کلی داشته باشیم. اسپینت اسپید خیلی جالبی نداره، 90، به شدت بادی تایپ خوبی داره آقای جینولا، شاید یکی از دلایل محبوبیتش همین بادی تایپ خوبش باشه. بچه‌ها یه قسمتی سایت فوتبین داره، خیلی ها به من میگن که آقا ما از کجا بفهمیم که چه کیمستری استایل رو روی بازیکن بندازیم. حالا من به زودی یه دونه ویدیو برای سایت فوتبین میسازم که تمام بخشاشو توضیح میدم توی اون ویدیو، ولی حالا اگه بخوام همین خیلی سریع و گذرا بگم، همین تو این بخش که میای بخش کیمستری، شما تاپ 3 کیمستری ووتد رو اینجا میتونید ببینید، کسایی که حالا اومدن رأی دادن به، همونجوری که میبینید هانتر بهترینه، یعنی 57% هانتره، ولی خودتون هم از اینجا میتونید اون کیمستری رو روش بندازید و ببینید چند تا هر کدوم این استت های بازیکن بالا پایین میشه و کدوم استتش مشکل داره و با کدوم حالا پلی استایل اون با کدوم کیمیستری اون استت بهتر میشه. حالا بریم سراغ استتاش. آها توی بخش پیس یا سرعتش همونجوری گفتم یه ذره اسپینت اسپید 90 برای این کارت کمه، ولی خب با یه دونه کیمیستری استایل هم همونجوری هانتر میشه این بخش رو حلش کرد. بخش پاس به شدت خوبی داره، خب اینم برمیگرده به اون پوزیشن های اصلی این کار که LM و یه جورای هافبک حساب میشه. بخش پاس خیلی خوبی داره، ویژن خیلی خوبی داره، کراس خیلی خوبی داره، شورت پاس و لانگ پاسش خیلی جالب نیست ولی کرو خوبی هم داره. از سمتی بخش دریبلینگ خوبی هم داره، حالا اجیلیتی خوبی داره، ولی بالانس به شدت بدی داره این کارت. بعد ببینید برید ببینید بالانسشو با کدوم کیمستری میتونید درست کنید، بالانس به شدت بدی داره. ولی خب دریبلینگ و کامپوژر که یه از مهمترین استت های بخش دریبلینگ، نمره خوبی دارن و بار کنترلش هم که حرف نداره دیگه. و یه دونه دیگه از ضعف های این کارت استاميناش، استامینای 83 این کارت باعث میشه که نتونید تا آخرین لحظه از این کارت استفاده کنید و یه جایی از بازی مجبور به تعویضش بشید. به نظرم نمیارزه با این قیمت، من خودم اولش می‌خواستم ببندم این اسپیسیو ولی خیلی بررسی کردم دیدم که نمیارزه. آقا راجع به دو تا کارت دیگه هم می‌خوام صحبت کنم، دو تا کارت ارزون قیمت، ولی قبلش یه سری اطلاعات ما لازم داریم. توی سایت فاتمین ما یه بخشی داریم به اسم چیپ اسپای ریتینگ. توی بخش چیپ اسپای ریتینگ ما میتونیم
ارزون ترین قیمت اون ریتو ببینیم. ما الان قیمت ریتینگ 86 یه قیمت بین 8 کایی داره، ما 8 کا در نظر میگیم قیمت ریتینگ 86 رو. از اون سمت کارت آقای مارموش، اگه اسمشو درست بگم، شرایط اینوست کردن روی این کارت رو بررسی کنیم. خب کارت آقای مارموش اگه بخوایم بریم ببینیم، توی اینتراخت فرانکفورت بازی میکنه، 4 تا بازی پیش روشونه که تاریخ آپگرید کامل شدن این کارت ممکنه تا آخر این ماه طول بکشه. همونجوری که میبینید آخرین بازی با یونیون برلین تاریخ 33، یعنی 30 همین ماهی که توش هستیم، و ممکنه برای آپگرید نهایی شدن 30 روز این کار زمان ببره. پس این اولین نکته ای که باید بهش دقت کنید. نکته بعدی اینه که ما باید بریم توی سایت فوتمو و حالا کارت آقای مارموش رو، اگه پاس اسمش رو درست بگم، بهش میگیم عمر، کارت آقای عمر رو یه بررسی بکنیم. آقا همونجوری که میبینید عمر توی 18 تا مسابقه که بازی کرده 16 تاشو از اول داخل ترکیب بوده و همونجوری که میبینید 10 تا گل و 5 تا اسیست زده، یعنی بازیکنی که هم ریتینگ خوبی داره، همین که بازی کرده بازی ها رو برای اینتراخت فرانکفورت، و همین که گل زده و پاس گل داره. دوباره برگردیم توی سایت فوتبین، بس میتونیم نتیجه بگیریم که یه دونه گل و اون سه تا بازی رو احتمالاً میتونه برای این کارت نزن، یعنی این کارت رو ما شاید بتونیم 88 ببینیمش. حالا این 88 شدنه تا دهم، یعنی تا تقریباً 7 روز دیگه ممکنه طول بکشه. خب حالا اگه بخواد 88 بشه، ارزون ترین کارت 88 چنده؟ 17 کا دقیقاً. دقیقاً قیمتی که این کارت الان داره، یه قیمت زیادم شده قیمتش از تایمی که اومده، البته الان تایم مناسبی برای خرید نیست، قیمتش این کمتر بود، 17 18 کا داشت موقعی که می‌خواستم بررسیش کنم قبل این ویدیو این کارتو، یه قیمت 17 کایی داشت، یعنی روی ریتینگ 88 بود، چون خیلی مطمئنن که این کارت دوتا آپگرید رو میگیره و تو بدترین حالت یه فودر 88. خب اوکی، حالا ریسکی که این کارت داره، من اگه بخوام یه توضیح بهتون بدم، اولا اینکه اگه بخواد آپگرید بعدی رو بگیره که احتمالا میگیره، یعنی من خودم این ستا آپگرید رو برای این در نظر میگیرم، ولی نکته ای که داره، بازی سوم اینتراخت با دورتمونده، دورتموند نمیگم خیلی فرم خوبی داره، ولی بازی سختیه، چون تو زمین دورتمونده، دورتموند یه جو استادیوم خیلی وحشتناکی داره، خیلی بعید میدونم توی بازی سوم بازی باشه که این کارت بتونه آپگرید سومو بگیره، یعنی آپگرید سومش که بخواد این کارتو بکنه 89 و یه جامپ قیمتی خوبی براتون بزنه، ممکنه تا تاریخ 33 طول بکشه بچه‌ها. پس حواستون باشه، خیلی احساسی روی سری کارت ها عمل نکنید. آره درسته این کارت الان قیمت پایینی داره، شاید خیلیاتون کوین زیادی توی اکانتاتون نداشته باشید، بیاید فکر کنید که آقا شاید خرید کارت ها با ریت پایین‌تر ریسک کمتری داشته باشه، ولی بعد یه بررسی همه جانبه بکنید روی این کارت، ببینید آقا ارزش داره شما این کارت رو تقریبا 27 روز 26 روز بخرید توی کلابتون، کوینتون رو نگه دارید به خاطر اینکه مثلا میخواد بشه ریت 89 و بشه 28 کا مثلا، یعنی 10 کا روی هر کارت شما بخورید، خیلی منطقی به نظر نمیاد. یه ذره بیشتر فکر کنید روی اینوست و تریدایی که میخواید بکنید، سعی کنید برید سراغ اون گزینه هایی که حدس میزنید و حس میکنید که ممکنه رشد بیشتری داشته باشن. یه سری کارت ها رشد فادری دارن، مثلا این کارتی که دارید میبینید، این کارت متا نیست، رشدی که بکنه، رشدی که خود ریتینگش الان 86، همه فکر میکنن دو تا ریتو میگیره، داره با قیمت کارتای 88 خرید و فروش میشه، و اگه بخواد کارت 89 بشه که یه سود خوبی بده، تقریبا ممکنه 30 روز طول بکشه بچه‌ها. پس خیلی بهش فکر کنید بعد برید سمت خریدش. امیدوارم یه سری اطلاعات جامع و کامل توی این ویدیو بهتون داده باشم، سعی میکنم این اطلاعات رو توی کانال تلگرام بیشتر راجع به کارتای مختلف بدم. نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه، میخوام یه ویدیو 10 15 دقیقه‌ای باشه که همه بتونن نگاهش کنن. اگه ویدیو واسهتون مفید بود و دوست داشتید، ممنون میشم کنید. اگه هنوز سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب هم بزن، زنگوله بغلش هم بزن تا اولین نفر از ویدیو مطلع بشی. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارت.